کن دیگه. الو آرش، من الان دم خونه کاوهم، هر چی زنگ میزنم درو باز نمیکنه. تو الان کجایی؟ الو، بله. الو آرش، با تو میگم، تو الان کجایی؟ الو آرش، هیچ وقت تو زندگیم دوست نداشتم پشیمون میشم. دوست نداشتم هیچ وقت شرمنده باشم. حالا هم پشیمونم، هم شرمنده. گند زدم به زندگیت. من احمقم. ارث حلال بابا تو حروم کردم. دیگه ماشینی هم وجود نداره. باید از صفر شروع کنم. از صفر. فقط یه فرق داره. من معتاد شدم. ندم معتاد به شیشه. بهت پیشنهاد میکنم ترکم کنی. من لیاقت تو نداشتم. ندا، برو، برو دیگه هم بر نگرد. ندا، ندا،
بفرمایید. سلام. سلام علیکم. یه اتاق میخواستم. چند شب؟ فعلا یه شب. شناسنامه‌تون رو لطف کن. بله. بفرمایید. خدایا این بچه همه کس منه. آرمان رو ازم نگیر، خواهش میکنم. خدایا خودت شاهده که خودت نخواستی کمکم کنی. یادت بمونه فقط. بله؟ بله خودم هستم. کجا؟ خانم دکتر. بله؟ حالا آرمان چطوره؟ مصرف زیاد شیشه باعث روانپریشی شده. حالش اصلا تعریفی نداره. پدر مادرتون نیومدن؟ ما پدر مادر نداریم. خیلی ساله که از هم جدا شدن. ما با هم بزرگ شدیم. خانم دکتر میشه امیدوار بود؟ بله. باید امیدوار بود. ما هم داریم روش کار میکنیم. فعلا با اجازت. سلام. همسایه گفتن آوردینش اینجا. حالش چطوره؟ حالش خیلی خوبه. خودت برو ببین حالش چطوره. ازت متنفرم. شرمنده، ولی باید با تو حرف بزنم. اونی که ما بسش کار میکردیم اسمش ساسانه. اون نامرد جنسا رو بالا کشیده. این سه روزه رو باش سرشاخ بودم. به خدا من روحم هم از این نامردی خبر نداشت. جرأت چش تو چش شدن با آرش نداشتم. تعدیدم کرده بودن که از شما ببرم. منتهاش من الان اینجا اومدم که باشم.
اومدم باشم تا تهش. پول شما سر جاشه. حالا که آرش تو بیمارستانه، حالا که نتونستم رفاقتمو به اون ثابت کنم، حداقل میخوام برادریمو به شما ثابت کنم. مرد و مردونه. مهمون زودتر از صابخونه رسیده. اشکال داره؟ پسره اووردوز کرده. بیمارستان اوضاعش خیلی وخیمه. آقا ساسان بیا مردونگی کن، پول این بنده خدا رو بهش بده. به خدا خدا رو خوش نمیاد. از اینا به شما روا نیست. آقا ساسان اون رفیق منه. به خاطر منم که شده پولشو بهش بده. کار حرفه جای رفیق بازی نیست. ناامیدم کردی کاوه. هنوز خیلی چیزا رو یاد نگرفتی. قانون کار ما قانون زوره، قانون جنگله. اینو باید یاد بگیری پسر. به خدای نامردیه. کار ما نامردیه. ولی من نامرد نیستم. پس از ما نیستی. کسی که از ما نباشه بهتره نباشه. میفهمی چی میگم؟ با تازی ماجرا بکش بیرون. تو حقه تو گرفتی، پس ساکت باش. دیگه نمیخوام چیزی در این مورد بشنوم. همیشه میترسیدم از دستت بدم، ولی حالا چیزی برای از دست دادن ندارم. الو کاوه، امشب باید ببینمت. باشه فردا. کسی تعقیبت نکرد؟ خیالت راحت کاوه جون، حواسم جمعه. چه خبر؟ قراره که یه محموله بزرگ زمینی رد کنم بندر. کی؟ کیشو دقیق نمیدونم، اون تو همین زودی هست. اما اینو میدونم که رانندش منم. خبری شد خبرم؟ بی خبر نمیذارمت. دمت گرم. اکنا برو. بچرخ تا بچرخیم آقا ساسان. آرش چطوره؟ خیلی فرقی نکرده. پول دارین؟ آره دارم. دانشگاه میرین؟ یه وقتایی میرم ولی نه خیلی زیاد. نمیخوای حرفتو بزنی؟ با من چی کار داشتی؟ راستش میخوام بهم کمک کنی. خیالت راحت، هر چی که باشه نه نمیشنوی. واقعا؟ میگن ارث پدر مثل شیر مادر میمونه.
بگیرم. سخت نگذشت، گفته بودم بچه ها باید مهربون بشن، بودن. آره، آدرس اون لابراتواری که دادی بچه ها چیزی توش پیدا نکردن. حرف دیگه ای داری؟ بله. خوبه، میشنوم. قراره یه محموله 50 کیلویی بره به سمت جنوب، از اونجا هم صادر بشه به خارج کشور. به کجا؟ نمیدونم. با چی؟ با یه نیسان. کی؟ همین روزا. از اتوبان آزادگان میره به سمت جاده قم. آدرس نیسان رو بده به بچه. باشه، چشم. تو گزارششون اومده گفتی هیچ آدرس دیگه ای نداری. واقعا نداری؟ آره، به جون بابام. اگه داشتم که کافی. ببین، حالا که با ما همکاری میکنی منم کمکت میکنم از بازپرس پرونده برات تخفیف بگیرم. خیلی ممنون. میخوان 70 کیلو جنس رو صادر کنم. جنسای شما هم توشه. اگه تو تصمیم جدی هستی الان وقتشه. خب باید چه کار کنی؟ باید جنسا رو بدوزیم بفروشیم به خودشون. چجوری؟ جنسا توی نیسانه، من رانندش رو خریدم، یه دونم نقشه کشیدم که چجوری وانتو بدوزیمش. خب میگم، چرا خودت این کارو نمی کنی؟ تنهایی نمیتونم، یه کمکی میخوام. وقتی بار را میفته یه دونه ماشین اسکورتش میکنه، ماشین اسکورت ساسانه، باید اونو دست به سرش کنم. حله؟ آره حله، فقط شدنیه؟ من نمیخوای انتقام بگیری. چرا؟ انتقام شدنیه. نگران نباش، من هوا تو دارم. ندا، این جنسا اون بر آب 2 میلیارد پولشه. من فقط پول ماشین آرش و سهم الارث بابامو میخوام. 3 برابرشو بهت میدم. به دردم نمیخوره کاوه. یعنی چی؟ یعنی من فقط حقمو میخوام، نه کمتر نه بیشتر. دستوشی آماده باش، دارم به شما نزدیک میشن. فروزش، به محض رویت پوششش بدید. بله رئیس. بله بله. Thank you.
جونم آقا کاوه. پس آسان کو؟ توی دیوه چیش مشکیه؟ داره جلوتر از من میره. به پا لو نری. نه واسه من. الان کجای کاوه؟ هیچی، تو رسیدی؟ آره بابا، من الان روی پلم. خوبه، فکر کنم ما هم تا 10 دقیقه دیگه اونجا باشیم. دنبالمون داره میاد. بعد آقا دارم میبینمش. جناب سرنگ، فکر میکنم ماشین اسکورتشون یه پراید باشه. چه خبرای قربان، یه 206 هم داره مشکوک میزنه. بیگو دار با آب نزنید. رفت زیرگذر. چی؟ داره چی کار میکنه این احمق؟ نگه دار، برگرد. الو؟ الان وقتش نده، بجون وان تو من سمت تو، سوار ماشین میشی، گازشو میگیری میری. باشه. نیسان پیچید به سمت خروجی. پراید چی شد؟ پرایدم توقف کردم سوار. دنده عقب گرفته به سمت خروجی، رد کرده به خروجی. چی شد ندا؟ خیلی خوب، راننده رو پیادهش کن بره پی کارش. خودت هم یه چند روزی سراغ من نگیر، باز کن به گورشم، خودم بهت زنگ میزنم. فعلا. جناب سرنگ، 206 از خروجی دوباره برگشت بالا. دستور چیه؟ شما به تعقیبتون ادامه بدید. فعلا هیچ اقدامی نکنید. مفهومه؟ بله بله. حرکت. احمد، این نیسان از لاین مخالف داره برمیگرده. تعقیبش کن.
در تعقیب 206 هستیم. دستور چیه؟ چه رو دستی خوردیم؟ آقا یه ماشین داره تعقیب هم میکنه. چی؟ برو 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 سریع گم و گورش کن به پیشوی فری برو بهروز سریع برو سریع جناب سرنگ، ما متاسفانه 206 رو گم کردیم. یعنی چی گمش کردین؟ شماره پلاکش اعلام کن. بله. گمش کردیم. نیسان وارد انبار شد. دستور چیه؟ اوه. اینا زدم که بهت وقت بدم. و الا همین الان همینجا میکشتمت. جریان این 20 کیلو مواد چیه؟ کاوه و دوستش برای من مواد تولید میکردن. من حق کاوه رو دادم. دوستش چی؟ درستش میکنم نارسیس، درستش میکنم. ببینم چند وقت این پسر کاوه باهات کار میکنه؟ یک سال و نیم. چقدر میشناسیش؟ میشناسمش. نمیشناسیش. یه بچه زد و مواد داتا برد. کلاتو بذار بالاتر. خاک بر سرت کنم. پیداش میکنم نارسیس. حرف نباشه. ببینم مطمئنی که پای پلیس در میون نیست؟ نه نه نه، مطمئن باش. ما ماشینم گم و گورش کردیم که خیالمون راحت باشه. پس باید منتظر زنگ کاوه باشیم. من راننده نیسانه میخوام. پیداش کن. چشم. خب به هر حال منم تو این جنسو شریک بودم. خودم گند زدم، خودمم درستش میکنم. کاوه میخواد از من انتقام بگیره. مطمئن باش نمیذارم شما ضرر کنید. پیداش میکنم. پیداش میکنم نارسیس. پیداش کن. چرا بهش نگفتی پای پلیس وسطه؟ دیگه این حرفو نزن. نارسیس 100 تا از این 1 میلیارد در میاره. اگه بفهمه پلیس ها ببردن اون جنس ها از بین میره. این برای نارسیس فقط یه ضرره، ولی برای من تموم زندگیمه. من این جنس رو پیدا میکنم.
بله. ببخشید من با آقا کاوه کار داشتم، همسایه روبرویتون. آقا کاوه تشریف ندارن، چند وقتی هست که منزلشون نیومده. خیلی ممنون. خواهش. حرکت کن. منتظر چی هستیم؟ برای چی شروع نمی کنیم؟ قربان. شام بفهمین سر کن. پژو 206 رو پیدا کردیم اما از آدمای توش سر نخی نداریم. دختره تحت نظر خونش هم شناسایی شده. خونه پسرم شناسایی شده. از طریق همسایه ها اسم پسره رو کشف کردیم. کاوه صمدی. اینم عکسش. دختره کیه؟ ندا نوروزی، اهل کاشان. دانشجوه. اینجا با شوهرش آرش جاوید که اونم دانشجوه زندگی میکنن. ما آرش رو هنوز ندیدیم ولی داریم روش تحقیق میکنیم. به دخترم نمیاد به شبکه وصل باشه. در صورت تلفنش کنترل. باید انگیزه این سرقت رو بفهمیم. کار سخت شد. نارسیس فهمیده ما ردشو زدیم. به نظرتون حرکت بعدیشون چیه؟ حرکت بعدی اونا رو نمیدونم. اما حرکت بعدی ما تحت نظر گرفتن دختره و کسب اطلاعات بیشتره. امیدوارم این محموله برای نارسیس خیلی مهم باشه. دوراهی، تا کی من باید سر دوراهی باشم؟ تا کجا این بازی ادامه داره؟ خدایا آرمان پیدا شد اما چرا اینجوری؟ واسه چی همیشه مشکلات زندگی من با یه مشکل بزرگتر حل میشه؟ نمیدونم، شاید به زور خواستن خواستا هست و باعث میشه این بازی طولانی تر بشه. دارم شک میکنم به خودم. شاید من بلد نیستم از ته دل با تو حرف بزنم. خدایا یه نشونه بذار تو زندگیم تا راه درست رو پیدا کنم. تا اون موقع دیگه هیچ انتظاری از خودم ندارم. شاید هنوز وقت توبه نصوح من نشد. خانم نوروزی. بله. باید تشریف ببرید پایین، پول واریز کنید. پول؟ بله. باشه، چشم. سلام آرشم. وقت کمه و حرف زیاد. خوب شوهرش، خواهش میکنم، من بهت احتیاج دارم. خدا دارم له میشم، دلم داره میترکه، دیگه نمیتونم تحمل کنم. خب من نمیدونم اصلا زندگی ما چرا اینجوری شد. خب همه شخصیر توه دیگه. آخه چرا با خودت اینطوری کردی؟ خوب شوهرش، خواهش میکنه. الان بیمارستان پول میخواد. از کاوهمیش خبری نیست، من گیر کردم. دیگه واقعا از این به بعدشو نمیدونم چی کار کنم. تو بگو چی کار کنم؟ تا ساعت 4 میتونم وایسم. اگر واریز نکنیم بعد اینجا ببرش.
سلام. همین الان جناب سرگرد رفتن دنبالشون. شوهرش به خاطر مصرف زیاد شیشه سکته کرده. تا قبل از چهارم باید پول جور کنه.